سلام بینندگان شبکه روسیه مرکزی امروز 4 می است در استودیو با شما فیروزی حید برنامه خبری امروز را با سرخط چنین موضوع ها آغاز میکنیم متوجه باشید با کرونا ویروس نگاه نکرده رحمان میگوید مردم باید به زندگی روزمره و آسایشته ادامه دهد پنیمانیا در 4 ماه 95 قربانی گرفته است سفیر ایالات متحده آمریکا رسانه ها را دستگیری کنید. کرونا ویروس روابط بین دولتی را رقم میزند نظری کارشناسی تاجیک. پرونده دلیر شریپوف برای دادگاه به سازمان ملل متحد فرستاده شد. طبق اطلاع سامانه رسمی پرزیدنت نقطه‌تیجی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 می در جریان ملاقات اینترنتی اش با رئیسان ولایت‌ها شهرهای وحدت، تورسونزاده، حصار و ناحیه رودکی تطبیق قرارهای ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 را حتمی خوانده و از آنها خواسته است که کارهای صحرایی را جان‌ناک کنند. با آنکه رحمان استفاده با ثمر زمین های نزدی حوالگی را عامل تولید غذا عنوان کرده است، برخی از کارشناسان از وضعیت وهیم اهالی و تامینات آنها با مواد غذایی در ماه های آگوست و سپتامبر پیشگویی میکنند. تحلیلگران موجودیت ذخیره دو ساله دولتی مواد غذایی را که مقامات این کشور چند بار اعلان کردند، نیز واقعی نمیحسابند. در صحبت با مقامات ولایت و نواحی دایر کرده اش، همچنین امام علی رحمان اشاره کرده گفته است: مردم باید به زندگی روزمره و آسایشته ادامه داده، برجای کاری هر روزه و حیات آسایشته در دایره تدبیرهای پیشگیری کننده از این بیماری ادامه دهند. با توجه به چنین سخنرانی رحمان، کارشناسان حدس میزنند که در تاجیکستان قرنطین اعلان نخواهد شد. این در حال است که رسانه ها از افزایش بیماران خبر می دهند و تلویزیون دولتی تاجیکستان شام 2 می از مرگ 2 نفر و گرفتاری 76 کس به کووید 19 خبر داد. ناظران وضع می گویند این رقم ها احتمالاً به مراتب بیشترند و حکومت چاره های قطعی در پیش نگرفته است. دعوت امام علی رحمان از مردم برای ادامه زندگی مقرری در حال است که طول 3 هفته آخر رئیس جمهور از محضر عام کنار گرفته تنها یک مرتبه روز 30 اپریل در مجلس حکومت حضور پیدا کرد. در تالار نو نامعلوم برگزار شد و دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از این نشست تنها یک عکس از آقای رحمان را نشر کرده است. از آغاز مرگ و میری ساکنان غیر از این یک بار رئیس جمهور جای دیگر پیدا نشده است. پیشتر رئیس جمهور تاجیکستان معاش یک ماهه خود را به معرکه پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 و مبارزه با این بیماری همگیر داد و با دستور دیگر برای کمک به پزشکانی که با گرفتاران این بیماری و شخصان زیر قرنطین کار میکنند از حساب فوند ذخیروی 12 میلیون و 400 هزار سومانی جدا کرده است. دعوت امام علی رحمان برای استفاده با ثمره زمین نزدی حوالگی اهالی را برخی از تحلیلگران با آن مانند کردند که افتاده از مو مدد جسته است. خبرگزاری تاجیکتن نوشته است که در 4 ماه اول سال جاری از پنیومانیا 95 کس به هلاکت رسیده است. این معلومات را خبرگزاری با استناد به بانک ملی منتشر کرده است. با این ترتیب در 4 ماه اول سال روان 5489 نفر بیماری پنیومانیا شده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 850 مورد بیشتر است. خبرگزاری با تکیه به معلومات بانک ملی تاجیکستان نوشته است که در یانوار اپریل سال 2019 53 نفر فوتیدند، اما در همین دوره سال جاری شماره تا 95 نفر افزایش یافته است. در تاجیکستان همساله از 7 تا 16 هزار کس با این بیماری بستری می شوند. شماره مرگ هم از 130 تا 650 نفر است. اگر چند از اعلام رسمی وجود کرونا در کشور 4 روز سپری می شود، اما شماره فوتیدگان از این ویروس همانا معما باقی مانده است. در همین حال تا شام روز 3 می در مؤسسه تندرستی تاجیکستان 3084 نفر تحت معاینه طبیبان قرار داشتند. از این میان در 128 نفر بیمار علائم و نشانه های کرونا ویروس آشکار شده است. شبکه اول تاجیکستان که از قول وزارت تندرستی این کشور در این باره اطلاع داده است، فوت 2 شهروند با کرونا ویروس را تصدیق کرده است. بر طبق همین خبر در شبانه روز گذشته 274 مریض بعد درمان به خانه جواب داده شدند، اما در همین یک شبانه روز اخیر 52 نفر ابتلا به کووید 19 آشکار و بیشتری شدند.
مقامات تاجیکستان 3 اپریل در عرفه تشریف هیئت سازمان جهانی بهداشت به کشور اعلان و از ورود کرونا در کشور را خبر دادند. امروز شماره شخصان گرفتار به کرونا ویروس کووید 19 در تاجیکستان 102 نفر زیاد شده، عدد اجمالی ساکنان سرایت یافته به 230 کس رسید. همچنین به اطلاع خاور از قول مرکز مطبوعات وزارت بهداشتی تا امروز 3 ساکن کشور با سبب بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. اما این عدد می تواند به مراتب بیشتر باشد، چون تا حال اظهارات رسمی درباره این بیماری شفاف نبودند. سفارت آمریکا در دوشنبه با قدردانی از کار خبرنگاران خواسته است که مردم و حکومت از آنها پشتیبانی کنند. در یک بیانیه کوتاهی که سفارت آمریکا روز 3 می در روز آزادی بیان در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرده است، آمده است که رسانه‌های مستقل در جامعه آزاد نقش مهم دارند و مردم و حکومت باید از آنها پشتیبانی کنند. ما به رسانه‌ها برای اطلاعات دقیق که به سود همه اعضای جامعه است وابسته ایم. روزنامه‌نگاران حقیقت را می‌جویند که آن را پیدا کردن دشوار است و گاه برای اعلام و انتشار خبر و دلیل‌ها جان و مال خود را در خطر می‌گذارند. مارک پومرشایم سفیر آمریکا در تاجیکستان که بیانیه از قبل او صادر شده است، همچنین به کاربران گفته است امروز فرصت پیدا کنید و به رسانه‌های تاجیکستان سپاس گوید و در سخن تبریکاتیش به خبرنگاران افزوده است روزنامه‌نگاران محترم از شما برای هر کاری که میکنید سپاسگزار هستیم. حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای فشار به خبرنگاران و مطبوعات مستقل بسیار تنقید میشود. سازمان گزارشگران بدون مرز ماهی گذشته در شاخص نوی آزادی مطبوعات در جهان تاجیکستان را در میان 180 کشور در مقام 161 جای داد که مقامی بسیار بد است. ژانا کاولی رهبر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی برای رادیو آزادی گفت آزار ژورنالیستان در تاجیکستان به یک کار معمولی تبدیل یافته است و در مطبوعات خود سنزورای فراوان مشاهده می شود. کمیته بین‌المللی دفاع از خبرنگاران هم تصمیم دادگاه عالی برای ممنوع اعلان کردن سامانه اخبارکام را نادرست و فشار مقامات این کشور بالای خبرنگاران را مورد انتقاد قرار داده است. عبدالغنی محمد عظیموف یک سیاستشناس تاجیک در یک گفتگو با آسیا پلوس گفته است که اگر در ماه‌های گرم تابستان خروج بیماری خاتمه نیابد، تیرماه امسال ما را موج دومی اموی پاندمی منتظر است. با عقیده این سیاستشناس تاجیک پس از کووید 19 جهان جدا تغییر می‌یابد و اظهار داشته است که پاندمی کرونا ویروس همه عادت‌های اجتماعی آدمان را سر از رعایت استعمال غذایی، پرهیزی تا پروازهای بین‌المللی تغییر خواهد داد. سیاستشناس مطمئن است که مفهوم نوی مسافه‌گیری اجتماعی تدریجاً از مناسبت‌های شخصی به رابطه‌های بین دولتی می‌گذرد. کارشناس مطمئن است نشان دهنده های منفی افزایش مجموع محصولات داخلی در سراسر دنیا که تلفات امکان‌پذیر با رقم های هنگفت ارزیابی می شوند، امکان خوشبینی را نسبت به دوره بعدی پاندمی کاهش می دهند. زیرا کروپاکشی به جانب خود تجربه معمولی می شود، جامعه جهانی و سران کشورها برای در نهایت کار راه اندازی کردن مبارزه مشترک بر ضد این وبای عصر 21 از جمله تهیه واکسینا، استحصال عموی به همه گوشه و کنار دنیا رسانیدن آن و امگزارانی سرتاسر همگی 100-150 روز وقت دارند، ابراز داشت او. با گفته این کارشناس پاندمی واضح و عیان نشان داد که صرف نظر از دستاوردهای گوناگون علمی و تکنیکی با شمول ذهن سنعی، انسان تا حال یک قسم جدا نشونده طبیعت باقی میماند که نباید نسبت به آن آزمایش های بی‌رحمانه گذراند، بلکه قانونهایش را رعایت بکند. اما نه همه کارشناسان با این تحلیل موافقند. آنها میگویند دیر یا زود پاندمی سلطنت خود در دنیا را از دست خواهد داد، اما جهان در اختیار آنها خواهد بود که با سرمایه و اقتصاد و تکنولوژی خود بقیه را گرفتار و شیفته خواهند کرد. اسمت شریف و حسن دولتوف دو دانشجوی سال پنجم رشته تاریخ و حقوق دانشگاه ناصر خسروی شهر باختر با عنوان اعضای اخوان المسلمین از نفران خواهند بود که در برابر دادگاه حاضر می شوند. این دو طالب علم در اول ماه انوار سال جاری همراه ملا قربان علی امام خطیب سابق مسجد شهر باختر و 25 شاگرد او در چارچوب پرونده پرسر و صدا اخوان المسلمین با اتهام عضویت در سازمان ممنوع و برانگیختن کینه و عداوت دینی دستگیر شده بودند.
در اول سال با ایتیامی همکاری با اخوان المسلمین یا برادران مسلمان سازمانی که فعالیتش در تاجیکستان از سال 2006 من شده است، بنا به اطلاع دادستان کل یوسف رحمان 314 نفر دستگیر گردیده، 155 نفر آنها به حبس گرفته شدند. تا کنون از این صدها بازداشت شده حکم 2 نفر اعلان شده است. سامانه اخبار نشر این خبر نوشته است که نزدیکان دانشجویان بازداشت شده امیدوارند که آنها آزاد خواهند شد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان ماه مرد در حسابات سالانش به مجلس ملی گفته بود در چارچوب این پرونده بیش از 20 استاد دانشگاه و یک کارمند شهرداری اصفهان نیز دستگیر شدند. تا کنون درباره مرافعه دادگاهی تنها 2 نفر از صدها نفر متهم به همکاری با اخوان المسلمین گزارش شده است. روز 24 مرد در یک مرافعه سیار که در مکتب رقم 4 در جماعت پلی سنگین در کنار شهر نارک دایر شد، کامل تقایف ساکن 39 ساله کوچه گلستان جماعت پلی سنگین به یک سال زندان محکوم شد. کامل تقایف در اول ماه ینور در پای یک بحث با امام خطیب مسجد دهه تغدانه ایشان نوردین دستگیر شده بود. تنها در نارک در چارچوب این پرونده حدود 20 نفر دستگیر شدند. در اول ماه اپریل دادگاه نویه شاهمنصور شهر دوشنبه ژورنالیست دلیر شریپوف را با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی به یک سال زندان محکوم کرد. دلیر شریپوف در پایان ماه ینور دستگیر شده و دادستان کلی تاجیکستان به دنبال گفت در حدود 200 مقاله و کتاب محمد صلی الله علیه و سلم و تروریسم دلیر شریپوف علامت های تبلیغ عقیده های اخوان المسلمین دیده می شود. Freedom Now یک سازمانی حامی حقوق زندانیان سیاسی که مقرش در واشنگتن است، روز 3 می با نشر بیانیه در سامانه خود از فرستادن شکایت دلیر شریپوف روزنامه‌نگار زندانی تاجیک به گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داده است. این سازمان در بیانیه خود گفته است بازداشت روزنامه‌نگار تاجیک غیر قانونی و برخلاف عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان و اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد درباره آزادی‌های سیاسی و شهروندی می باشد که تاجیکستان آن را امضا کرده است. کارل هوربرگ مسئول برنامه های فریدم ناو در تماس ویدیویی با ستوه گفت در یکم ماه می سازمان ما به نمایندگی از روزنامه‌نگار زندانی تاجیک دلیر شریپوف دادخواست را به گروه کاری بازداشت های خودسرانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاد. جناب هوربرگ در ادامه صحبت افزود ما به آن خاطر این شکایت را ثبت کردیم که بازداشت و زندانی کردن غیر قانونی دلیر شریپوف نمونه دیگر از عدم تحمل صداهای انتقادی از طرف تاجیکستان می باشد. تنها در سال گذشته دولت تاجیکستان رسانه های مستقل مانند اخبارکام و ازیا پلوس را ممنوع اعلان کرد. همچنین شرایط کار در رسانه های خارجی از جمله در رادیو آزادی را بسیار دشوار کرده است. هنگامی که جامعه بین المللی 3 می را به عنوان روز جهانی آزادی رسانه اعتراف کرده است که دلیر شریپوف در زندان قرار دارد و حقوق های انسانی و شهروندیش پایمال شده است. ما منتظر تصمیم سازمان ملل در این باره هستیم و اطمینان داریم که آنها آزادی فوری و به قید و شرط شریپوف را طلب خواهند کرد. یادآور میشویم که خبرنگار 32 ساله تاجیک دلیر شریپوف روز 28 ینوار امسال از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده، بعداً در تاریخ 16 اپریل دادگاه نویه شاهمنصور پایتخت دلیر را به یک سال زندان نظامش عمومی محکوم کرده روانه زندان کرد. دلیر را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی گناهگار میدانند. خود دلیر شریپوف و خانواده‌اش از اول این اتهامات را به اساس نامیده گفتند که او به حیث ژورنالیست مستقل مقاله های تنقیدی می نویش، ولی عضو سازمان نبود و با افرادگرایان ارتباط نداشت. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفتنامه مستقل آزادگان و رسانه های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه خبری امروز ما. اگر مطلب و پیشنهاد دارید یا عکس و نوارهای جالب، حتما با ما طریق پیامک رسان های تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با رقم 48519 767 404 بفرستید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.